بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین سلام از میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما ازان باشیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و امیدواریم که ازاداری های شما اززان مورد قبول در گاه احدیت واقع شده باشد ان الله با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام المسلمین و جای رسولی خب در ایام زیارت اربعین نبا عبدالله علیه و السلام هستیم و خب در خیلی جاها ذکر شده که آداب زیارت و تفکیک آمده که چه کارهایی باید انجام یه دعاهایی غسل داره چی داره و یکی باز زیارت هم زیارت امام حسین علیه السلام باشه بله ولی خب شرایطی که در ایام اربعین دیده میشه خب ازدحام جمعیت کم بوده امکانات اجازه نمیده که یک زائر بتونه بر این آداب بتونه عمل بکنه کامل ایشان سال کردن که آیا این زیارتی که به این صورت انجام میشه با اون زیارتی که به هر حال در السنه ادیه آمده آیا از لحاظ او سوابی که مترتب میشه برای یکیست یا نه حتما نمون نفر باید با آداب کامل رایه کنه سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب و صاحب بزرگوار البته ما قبلش دی زمینه یک روایات دیگه ما داریم که میگن انسان وقتی که زیارت یعبی عبدالله علیه سلام مشرف میشه با همون گرد خاکش مشرف شد با همو خستگی مشرف شود با همو تشنگی مشرف شود و این نیست مگر که انسان قصد مساوات داشته باشه با وجود ناظرین سید شهدا علیه حالا و تهیته و سنا چرا چون ابا عبدالله علیه صلات و سلام در آخرین لحظات با او وضعیتی که همه من شما در جریانی خوب به شهادت رسید پس بنابراین ای ای داره. این قضیه که با این کیفیت شما چکار کنین زیارت کنین از اون طرف هم خدمتتون از کنم که گفتن غسل زیارتی، جامع پاک بود اونا هم داریم <applause> او به انتخاب خود شخص است اگر میتونه انتخاب کنه میگه خب ما محضر حبی عبدالله این برقم آمده ما را قبول کن آمدیم ام که مساوات کنیم با شما <applause> خودمون با شما حداقل در یک قسمتی از مشکلات مساوی بدنیم با شما خوی امیر خمبر را زیارت کنم اگرم کسی امکانات برش هست و نمیخوای او رقمی خمی بره ها میتونه چی کنه خسل کنه او چیزی که مهم است جناب حسینی صاحب اینه که انسان قصد قربت و قصد نزدیکی و تقرب به حضرت حق هر دو طریقش میتونه چی کنه؟ انتخاب کنه و انتخاب چیه خودشه و اتفاقا اگر این طرف امو رقمی که در روایه تمام بده با هم حالت شکستگی و با هم حالت گردال و دیگی و خاکال دیگی بره و با این رقم بیشتر قصد تقرب نزدیکی و نزدیکی به خدای تبارک و تعالی رو میکنه و قصد مساوات با ابو عبدالله علیه الصلاه و رقم مرا یعنی اگر به صورت مرتب و غسل کرده بیشتر میتونه قصد تقرب داشته باشه و با قصد نزدیکی داشته باشه و رقم بره هر دویش آمده در اینجی بستگی به همو فضا داره بستگی به همو امکانات داره و بستگی به قلب و دل خودش داره هر رقمه که میتونه چی کنه؟ انتخاب مهم. کنه و با نام علی اگر هلاک هم سازند اهل نگه های نز خاک هم سازند گویند که ناپاک ما بر نام علی من نام علی برم که پاک هم سازند اما رقم که فرمودید بله بیم دیدگاهی روایت داریم در زمینه روایت داریم دیدگاهی بنده و امثال بنده نیست در زمینه ما تو روایت داریم بله بسیار علی